بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت یکایک شما دوستای خوب و نازنین. انشاءالله که در هر جای هستین خوشحال و صحتمند باشین و روز شنبه تانه به بسیار خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. این روز روز سه شنبه هست و ما در کنار شما هستم، در خدمت شما هستم، مهمان خانه هایتان هستم. دوستای خوب و نازنینم، امروز روز سه شنبه هست و ما و شما در مورد شگفتی های آفرینش یک حیوان بسیار مقبول زیبا را به معرفی میگیریم و همچنان برای ما و شما نصیبه جان یک کاردستی نخرید. اگر اسامی بسیار مقبول زیبا را میکشد حتما بننده باشه و کم کم صدای دوستای ما میایه ببینم کدام دوست ما اومده. سلام مریم جان. سلام بگ گوین جان. دوستای عزیز امروز سه شنبه شر بخیر، صبح شر بخیر، روز شر بخیر. صبح بخیر سلام. مریم جان. صبح همه دوستای ما بخیر. این جناب موشی گوی جان و موشی جان که دوستای ما میشناسن، قبلا هم زیاد دیدن، حتما امروز خودشان هم معرفی میکنن برای دوستکای ما که جدیدن با ما پیوستن، جدیدن برنامه خودشان هم برنده هستن و میبینن. جمشید جان. جمشید جان. مریم جان. بله. همی گو در انگلیسی چی میگه؟ گو در انگلیسی کاو میگه. کاو. سی او دبیو. موشا میفهمی چی میگه موشی جان؟ موشا کات میگه. کات میگه، کات نمیگه. موشا ماوس میگه. ماوس. My name is ماوس. بله. بابا امروز انگلیسی یاد بیتی؟ نه انگلیسی یاد نمیتونم. شگفتی های انگلیسی داریم؟ نه نه. امروز شگفتی های آفرینش داریم که در مورد یک نوع نهنگ معلومات میتیم. قبلا دوستکان ها نهنگ ها را دیده بودن. نهنگ ها هم بزرگ بله. میباشن، هم وحشتناک میباشن بله. مثل کوسه ها هستن. بسیار بسیار بزرگ و در دریا زندگی میکنن. خب وحشتناک خب شاید باشه چون ما در دریا نمیریم، اونا را از نزدیک نمیبینیم، اینه برای ما دیگه خطر ندارن. و نهنگ هایی که جان به خاطر بزرگیش گفتم ترسناک می باشه. بله دیگه چون با قسم خورترک هستیم از چیزای بزرگ می ترسه. خب دیگه خب خیر است که موشی جان خورترک است می ترسه. اما از این که ما همیشه شنیدیم که موشی جان همیشه شجاع بوده، همیشه قوی بوده، پس شجاعت به خورترکی نیست یا مثلا به بزرگی نیست. بله موشی جان خودش همیشه شجاع هست. من شجاع هستم. نمی ترسه دیگه. میخواییم که امروز در مورد یک نوع نهنگ به نام نهنگ های گوش پشت نامش هست براتون معلومات بگم. گوش پشت؟ گوش پشت. بسیار خوب هم میشه مریم جان. بله. نه من معلومات دارم نه گوی جان. خیر ما معلومات نداره. بسیار خوب میشه. شاید بعضی دوستای ما معلومات نداشته باشن. نه؟ بله ممکن است دوستای ما بعضشان معلومات داشته باشه، بعضشان نداشته باشن. و امروز میخوایم که در مورد نهنگ های گوش پشت براتون معلومات بگویم تا اینکه سطح معلومات ما و شما بالا برم. بله. خب آماده هستی؟ بعضی دوستای ما در موردش معلومات نداشته باشن. بله راست میگه. مریم جان گاو میخورن اونا؟ گاو نه گاو نمیخوره. اونا گاو نمیخورن چون مریض میشن. مریض میشن. موشی بخورن. اما رقم گوی جان گوی جان میبین اما رقم که به تصویر میبینی موشی جانم میبینن، دوستای ما میبینن، نهنگ های گوش پشت در دریا زندگی میکنن. پس ما شما میخوام که گوی گوها و موشها و دیگه حیوانات دیگه مثل خرگوش و فالگرک اینا در دریا زندگی نمیکنن. پس از این مالا میشه که غذاها یا حیوانات دریایی رو اینا موشی جان میکنن میخورن. خب من اوشو میرم دیگه. چرا خیلی سرمه قار میشه؟ برو خب برو دوست دکایم. برو که نهنگ رو جان موشی جان. بله چرا قسم میکنین دیگه؟ من تیلا دیگه برو اوشیشا. نه دیگه کار گوی جان اصلا خوب نیست که خودت تیلا داده. خب معلومات بوده شد بعضی دوسته من در بارش معلومات نداشته باشم. بله دیگه بله بله باید معلومات ما را شروع کنیم برای دوستای ما بگویم که از این بیشتر دوستکای ما منتظر نمانن. وقت ضایع نکنه. بله وقت مسئله است. بله خب مریم جان. جان نهنگی که گفتی خب چی ویژگی داره؟ چطور اندازیش اسمی؟ فایسته دیگه. خب اگه برای من اجازه بتین من از اول تا آخرش براتون میگم. فایسته برای ما بگو. زیستایشم بگو، رفتارشم بگو، خوراکشم بگو. فایسته دباره این روان است نیستک برای ما بگو. تک تکی ویژگی هایشان میگم. بگو چه قسم رفتار داره، چه قسم رفتار نداره. اگر چی؟ سعی موشی جان صدا میکنم که تو را ببرم. موشی جان گردنم صدا میکنم تو را ببرم. من مشرت میخوام. وای وای این
دوستاقای جنگل خوشبختی ما که دیگه همیشه اینم قسم سر صدا میکنن. نمیارم اگر بزنم قلم آرام بشم قرار بله. خب آماده هستین که معلومات شروع کنیم؟ بله. آفرین. و دوستاکای که داخل خانم انشالله که آماده باشن تا اینکه معلومات ما رو در مورد نهنگ‌های گوش‌پوش برشان شروع کنیم و آغاز بکنیم. خب نهنگ‌های گوش‌پوش که هست میگه خب؟ از جمله حیوانات بزرگ زنده‌ای که در دریا زندگی میکنن هستن. خب؟ که ویژگی‌های خیلی خاصی داره، رفتارهای خیلی خاصی داره و آوازهای خیلی خاص زیبایی را از خودشان تولید میکنن. یعنی یکی از ویژگی‌های بسیار جالبش همین آواز شده. بله آوازشان است، رفتارشان است و بریم طرف شکل ظاهریشان یا ویژگی‌هایی که در ظاهرشان ما میتونیم مشاهده بکنیم. درست. ببینیم اندازه نهنگ ها چقدر میباشه. اندازه نهنگ های گوش پشت معمولا گفته 12 تا 16 متر طول داره، یعنی طول بدنشان 12 تا 16 متر است. خیلی بزرگ است. خیلی بزرگ است، خیلی دراز است. دراز و همچنان وزنشان رو میگه از 25 تا 30 تن میرسن. 25 تا 30 تن که خیلی وزن زیادی هست دیگه. بسیار زیاد، بسیار زیاد. بله. همون رقم که موشی جان در اول گفت اینا بسیار بزرگ هستن. پس از این معلوم میشه که هم وزنشان خیلی زیاد هست و همچنان اندازشان هم خیلی زیاد دراز میباشن. حتما و... خوراکشان هم زیاد هست. خب 100% دیگه خوراکشان هم زیاد میباشن. و شکل بدنشان هم میگه بدنشان بزرگ و کشیده هست و بالکاش رو میتونیم مشاهده بکنیم. بالکای طولانی دارم و دم بزرگی دارم. و دوستکای خوبم شما پرسان نکردین که چرا این هنگ ها را گوش پشت میگه، دلیلش چی هست؟ من در پشت سرش گوشش هست. نه خیر، اینا که هستن در پشت سرشان بعضی برجستگی ها را داره زمان که اینا شنا میکنه، اما برجستگی هایشان دیده میشه، نمایان میشه. به خاطر اما برجستگی های پشت سرشان است که اینا رو میگه نهنگ های گوش پشت. بله. و رنگشان که هست رنگ های تیره ای داره، مثل رنگ سیاه و یا مثلا خاکستری. بعضشان خاکستری هست و بعضشان هم سیارنگ می باشد. و بعضی از الگو یا مخطکای سفید رنگ در زیر شکم و بالاهایشان دارند. خب مریم جان، محل زندگیش در اول خود گفته دریا ها هستی؟ آها. خب دیگه جا پیدا میشه؟ خیلی از ما برتان میگم آجا جنگلات پیدا میشه پالو شیرا زندگی میکنسی. خب دوستگاه خوب نظریم، میریم با هم یک کارتون زیبا رو میبینیم و دوباره در ادامه برنامه با ما همراه باشین. با ما باشین. دوستای خوب و نازنین، در ادامه برنامه خیلی زیاد خوش آمدین. ما امروز در مورد نهنگ های گوش پشت که همتون براتون معلومات دادیم و انشالله که تا آخرین لحظه با ما همراه باشین تا بتونیم معلومات بیشتر را به دست بیاریم. و موشی جان و گوی جان که با همدیگه ساتیری میکنن. جان جان برای مخکبی گفتم که نهنگ ها در جنگل ها داشتن علف میخورن پرکوزم میکنن با هکه. موشی جان نما خوصی تحضیتشو کنی. خب موشار میتونی. خب خیر، خیر سهی شوخی هاییست که بین دوستا میشه دیگه، کدام گپی نیست. اما این گپ هایی که موشی جان گفت برای گوی جان اصلا دور از واقعیت می باشه. بله مریم جان، موشی جان امروز به شوخی کرده با احساسات من بازی میکنه. اینا حقیقت مریم بگویه. گوی جان گفت که اینا در کجاها پیدا میشه. میگه این هنگ ها کسان در آبهای سرد و در آبهای گرم پیدا میشه. در اقیانوس ها پیدا میشه. معمولا اینا کسان مهاجرت میکنن. مثلا اگر بله اگر فصل زمستان میایه اینا در آبهای میرن که گرمتر باشه به خاطر ادامه حیاتشان، به خاطر زندگی کردن، به خاطر تغذیه و خوراکشان. و اگر هوا مثلا خیلی گرم شد در جاهایی میره که آبشان نسبتا سرد باشه، در اونجا میتونن زندگیشان رو ادامه بدن. اینا کسان که بزرگ هستن اما زیاد دوست داشتنی هستن. بله دوست داشتنی هستن دیگه، که خیلی زیاد هوشیار هستن دیگه. باهوش هستن. بله باهوش هستن، چون میتونن مهاجرت بکنن، میتونن در جاهایی رو انتخاب بکنن که بتونن زندگیشون رو درست ادامه بدن.
بله. اینا مریم جان به نظر تو چه قسم رفتار داشته باشن؟ ده یک حیوان دیگر اینا وحشی میشن، چه قسمی میشن؟ خطرناک میشن، دندانای تیز تیز شروع میکشن. آه نه نه او رقم نیسته. رفتارشون میگه که اینا کسان آوازهای بسیار زیبایی را از خودشان تولید میکنه که اگر آواز شما بشنیم خیلی زیاد ما را جلب خودش میکنم و همچنانی که میگفته که اینا مثلا آواز تولید میکنم ممکن است که از چندین دقیقه شروع بکنم تا چندین ساعت ادامه داشته باشم. بله. بله. و همچنان حرکات نمایشی را انجام میده، مثلا داخل آب پرش میزنن، دیگه ای که ضربه میزنن به دومشان، دوم خود شور میتن که حرکات بسیار جالب و زیبایی از خودشان دارن. کلش نمایش هست دیگه. بله نمایش است که اگر هر کسی ببینه خوشش میایی که بیشتر ببینه. بله خوش به حال کسایی که نمایش از نزدیک دیدن. بله و پیشتر پیشترم شما دوستاکایم گفتن که اینا گاو میخوره، اینا مثلا چی نمیخورن، درست است؟ چی نمیخورن؟ تغذیهشون سبزیجات میخورن. سبزیجات کدو رو زیاد دوست داره. خب اینا شلغم کدو رو هرگز نمیخورن. بله چون داخل دریا یا داخل اقیانوس ها و دریاهای بزرگ اصلا سبزیجات پیدا نمیشه، درست است؟ نه اونجا اینا که هستن ماهیجات میخورن به نظرم. دقیقا اینا که هستن میگوها رو میخورن، ماهی های کوچک هم میخورن، اختاپوس هم میخورن. خب شاید اگر دلشان شما بخوره. آی چقدر موتشان هم بالا است. و دیگه ای که میگه که اینا که هستن حرکات چرخشی انجام میدن به توسط مو بسه برو توسط مثل همین موشی جان باره حرکت چرخشی انجام به تبایی باعث میشه که اما ماهی را شکار بکنن و بخورن غذاشان به دست بیارن. مریم جان از اونجایی که نهنگ بزرگه دهن بزرگ داره من مطمئنش وقت دهن شواش میکنه به هزاران دو ماهی میخوره. دقیقا دیگه او خوب کلال از ولی دیگه دقیق تا ماهی دو تا ماهی که اینا سیر نمیکنن چون وقتی که وزنشان اقدر زیاد باشه طول بدنشان اقدر دراز باشه حتما دیگه زیاد میخورن، زیاد ماهی زیاد را نوشی جان میکنن. 100% مریم جان. بله. وقتی خودشان هم اینقدر زیباست معلوم نیست چه چکاکشون چه قبقون. بله اینا که هستن خب مثلا وقتی که ناجفتگیری میکنن بعد از 11 تا 12 ما طول میکشن تا یک تا چوچه به دنیا بیارن و چوچه هایشان هم میفهمی چقدر هست طول بدنش؟ چقدر؟ 4 متر است. یعنی که حتی امو طولیش یا امو چیچیش هم امو که زمانی که به دنیا میایه خیلی بزرگ است که 4 متر هم خیلی دراز میباشه. بسیار کلان است. بله و دیگه ای که شاید بعض خطرات باشه که اینا را مثلا چیکار کنن؟ تهدیدشان بکنن مثل خطراتی هستن که شاید بعضی ها اونا را شکار بکنن و مثلا بعض انسان ها ممکن است شکارشان بکنن سعید بکنن که کارشان واقعا خوب نیست. امیدوار هستم روزی برسه که هیچ کس به حیوانات ضرر نرسه. دقیقا و حالا گفته شده که بعض قانون های ایجاد شده که کسی نباید این هنگ ها را مثلا سعید بکنن یا بگیرن از بین ببرن. بله یا شکار نکنن. بله. نکنه گرن. بله بله دیگر اینا حیوانات هستن یا نهنگ های هستن که برای ما کاری نداره پس ما نباید به اینا کار داشته باشیم نباید بهشان ضرر برسانیم و با گفتیم موشی جان انشالله که روز برسه که هیچ حیوان آزار نبینه و همگی انسان ها و حیوانات در کنار همدیگه خوشحال زندگی بکنن. مریم جان تشکر از معلومات، از این معلومات بسیار خوشحالم. حالا من این معلومات بس به جان میگم بریم فارسی بگیم فارسی بگیم انگلیسی بگیم انگلیسی. این دوستاکای ما که رفتن طرف جنگلشان و انشالله که دوستای شما که داخل خانه هستین انشالله که از این معلومات امروز در مورد نهنگ های گوش پشت معلومات خوب را به دست آورده باشین و یادتان نره که آیتم بعدی ما چی از آیتم کمان رستم است که دوستکای ما حتما آمادگیش داشته باشن تا بتانین یک رسم بسیار مقبول از نصیبه جان یاد بگیرین. این بود از برنامه امروز ما تا برنامه های بعدی خداحافظ و نگهدارتان.